خب همه با هم خیشیم، همه با هم به تو میاندیشیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همگنان بینندگان تلویزیون ایران فردا. سپاسگزار از امیر درخشان عزیز که برنامه رو هدایت میکنه. خبر خوب و خبری که اسباب سرفرازی ماست اینکه باز هم وطنان شما در گوش و کنار کشور مراسم اعدام رو در واقع از مراسم اعدام دور شدند و گذاشتند که ماموران اجرای اعدام در میدان تنها بمونند. اتفاقی در شیراز افتاده واقعا اسباب مباهات، نشون میده که چقدر مؤثر سخن گفتن با مردم، چقدر مؤثره و چقدر مؤثر بود کاری که خانم علی نژاد انجام داد در شهر نور و بخشایش یک متهم به اعدام توسط او که اثر شگفتی داد. سگا خانم به ساناز علسی عزیز، درود بر شما. درود به شما آقای میبادی عزیز و درود به همه هموطنان. اول خیلی خوشحالم که میبینم مجددا با شما هستم و خوشحالم که شنیدم دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه تگزاس، دانشگاه دولتی تگزاس در پی فراهم آوردن یک نوار ویدیویی هستن از زندگی خانم علی نژاد و کار شگفت انگیز او که خودش میتونه درس بزرگی باشه برای بسیاری از کسانی که هنوز تو این مملکت، این مملکت پیشرفته، هوادار مجازات اعدامه. ما سراپا گوشی. الو، بله، صدا یه مقدار آخرش قطع و وصل شد. بله، من وقتی که موضوع خانم سامره علی نژاد و اینکه سنتر دت پنالتی دانشگاه تصمیم گرفته که ایشونو کاندید بکنه برای جایزه صلح نوبل در یک از کلاس ها مطرح کردم، دانشجو خیلی استقبال کردم و نظریات جالبی داشتن که چجوری میشه بیشتر ساپورت بیشتر مردم رو همراه داشت. برخی از دانشجوها عقیده داشتن که میشه که ویدیوی کوتاهی ساخت و این ویدیو رو در یوتیوب قرار داد و برخی از دانشجوها بتونن صحبتهایی هم علیه اعدام بکنن و هم در حمایت حرکت زیبایی که خانم سامره علی نژاد انجام دادن و قاتل فرزند خودش رو بخشیدن و این جنبش بخشش رو در نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه‌ای که مجازات اعدام رو هنوز دارن آغاز کردن. خب یه پتیشن توماری هست از سایت دت پنالتی در لامار همیانانم که میتونید تشریف برید اونجا امضا بکنید. میخوام ببینم که استقبال چگونه بوده خانم علسی عزیز. تا به حال بیش از 200 نفر امضا کردن. البته من فکر میکنم هنوز اطلاع رسانی به شکل کافی انجام نشده، شاید یه مقدار مشکل هست برای هموطنان عزیز که بتونن پیدا بکنن لینکو، ولی میتونن به خیلی راحتتر هستش که به آدرس فیسبوکی سنتر دت پنالتی ما مراجعه بکنن که هست www.facebook.com/deathpenaltylamar Lamar LAMAR. اگر به این آدرس مراجعه بکنن، اولین لینکی که در این پیج گذاشته شده پتیشن تومار خانم سامره علی نژاد هستش که میتونن روی اون کلیک بکنن و در سمت راست صفحه مشخصات خودشون رو پر بکنن و برای حمایت از حرکت زیبای این بانوی ایرانی این پتیشن رو امضا بکنن. چقدر هم جالب. خانم دکتر علسی، به عنوان جوانترین استاد رشته حقوق جزا در ایالات متحده آمریکا به من بفرمایید که وقتی شنیدید مردم شیراز میدان اعدام رو خالی گذاشتن، حاضر نشدن در این مراسم شرکت بکنن و این به نظرم اتفاق فوق العاده است، اتفاق که نشون دهنده تغییر و تحول فکری در ایران، چه احساسی بهتون دست داد؟ بسیار خوشحال شدم. و آقای میبودی عزیز، این اولین اتفاقی نیست که صورت میگیره علیه اعدام هایی که در ملأ عام صورت میگیره در ایران. در چند ماه اخیرم مورد مشابهی پیش اومده بود. واقعا مردم شیراز وقتی که به صحنه نیومدن
این نشان دهنده مخالفتشونه با مجازات اعدام و واقعا خب مجازات اعدام اشتباهه و اشتباه تر این هستش که ما این مجازات رو در ملأ عام در پابلیک اجرا کنیم. در کشورهایی مثل آمریکا سال هاست که این مجازات به پشت میله‌های زندان منتقل شده و این مجازات در ملأ عام اجرا نمیشه به خاطر ویژگی واقعا ویژگی که داره و باعث خشونت واقعا خشونت بیشتری در جامعه به وجود میاره. و در گذشته وقتی مجازات ها در ملأ عام انجام می شدن به این دلیل بوده که رسانه های جمعی نبودن، اطلاع رسانی امکان پذیر نبوده، حتی افرادی که واقعا به جنبه دیترنس ارعاب بازدارندگی و ارعاب آوری مجازات ها اعتقاد دارن باید واقعا این مسئله رو بپذیرن که امروزه در قرن 21 هیچ احتیاجی نیست که مجازات ها در ملأ عام انجام بشن و این کار اشتباهی هست. و همونطور که شما میدونین متاسفانه حتی اجازه میدن کودکان به این صحنه بیان و صحنه مجازات در ملأ عام رو ببینن که واقعا این سیر خشونت رو در جامعه واقعا بیشتر میکنه و ادامه میده، باعث این نمیشه که خشونت و جرم در جامعه کاهش پیدا بکنه یا از بین بره. و خب مردم شیراز با این حرکتی که کردن نشون دادن که مخالف مجازات اعدام در ملأ عام هستن و به صحنه نیومدن و این حرکت واقعا اگه ادامه داشته باشه بسیار میتونه حرکت همگیر و زیبایی باشه و واقعا سرانجام در ایران ما بتونیم حداقل مجازات اعدام رو به پشت میله های زندان منتقل بکنیم. خانم کلاسی، در ایالات متحده آمریکا اکثریت در افکار عمومی منظورمه اکثریت هوادار مجازات اعدامن یا مخالف مجازات اعدام؟ کشور آمریکا آخرین کشور دنیای غرب و دموکراتیکی هست که هنوز مجازات اعدام رو داره. به خاطر همین در کشور آمریکا به پابلیک اپینین، آرای عمومی در خصوص اعدام اهمیت زیادی قائل میشن و برخی عقیده دارن که از دلایلی که هنوز ما در قرن 21 مجازات اعدام رو در آمریکا داریم این هستش که بیشترینه آمریکایی‌ها، اکثریت مردم آمریکا طرفدار مجازات اعدام هستند. بر اساس آخرین نتایجی که بررسی‌هایی که شده، سروی‌هایی که به دست ما رسیده، در حال حاضر 61% از مردم آمریکا هنوز طرفدار اعدام هستند. ولی وقتی ما اینو مقایسه میکنیم با آمار سالیان قبل میبینیم که این میزان طرفداری نسبت به اعدام هر سال بین مردم آمریکا کاهش پیدا میکنه و این نشون دهنده این هستش که در آینده واقعا ممکن هستش که مجازات اعدام در آمریکا لغو بشه در ایالاتی که هنوز این مجازات رو دارن. و مسئله دیگه‌ای که وجود داره، خب وقتی که از عوام، از مردم آمریکا سوال میشه که آیا موافق مجازات اعدام برای قتل عمدی درجه یک فرست دیگری مرده هستید یا خیر، وقتی که میخوان به پرسشنامه‌ای در این خصوص پاسخ بدن معمولا آری رو انتخاب میکنن و بیان میکنن که موافق اعدام هستن، به این دلیل که گمان میکنن که در صورتی که گزینه خیر رو انتخاب بکنن به این معنی است که اون بزهکار، فردی که مرتکب قتل شده، مجازات نمیشه. یک پژوهشی که صورت گرفته نشون میده که اگر در این پرسشنامه ها بیان و در کنار مجازات اعدام بنویسن آیا موافق مجازات اعدام هستید یا حبس ابد با امکان آزادی مشروط، بیشتر مردم در مقابل اعدام حبس ابد با امکان آزادی مشروط رو انتخاب میکنن. جالب. خیلی من تشکر میکنم از شما سرکار خانم سناز علسی عزیز، امیدوارم که همتان ارجمند برند و تومار مربوط به کاندیداتوری خانم علی نژاد مادر گرامی رو که یک محکوم به اعدام رو بخشود امضا بکنن و بتونه برنده جایزه صلح نوبل بشه، چون کارش بسیار اثرگذار بوده با بانی ایرانی.
به شما روز بخیر میگم سکا خانم هرستی. روز شما بخیر و من هم خیلی ممنون میشم برای اینکه برای بینندگان راحت تر باشه بتونین لینک این پتیشن رو بذاریم برای بینندگان. حتما این کارو میکنیم امیر جان، حتما این کارو بکن. خداحافظ، باز میگردیم امیانا تا لحظات دیگه. گر نبودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. خب فصل دیدار مجدد با آقای دکتر اسماعیل نوری علا، خاطرات این شخصیت فرهنگی و ادبی همینانم که فوق العاده است، برای بسیاری از جوانهای ما آشنا میشن با سیر تطور شعر، موسیقی، سینما، آشنا میشن با چهرهای سرشناس در قلمرو هنر که آقای نوری علا با شمار زیادی از اونها دوستی داشته. و بعد رسیم به دوران تاریخ انقلاب، انقلاب اسلامی در ایران، برخورد آقای نوری علا با مجموعه مسائلی که در میهن و مملکت ما میگذشت، چالش بزرگی در برابر تاریخ ایران، و بعد اینکه بالاخره آقای نوری علا تصمیم میگیره که به انگلیسی ها رسیم. تا اینجا دکتر نوری علا عزیز، درود بر شما. منم سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان گرامی. امیدوارم حالتون خوبه. به مرمت شما. خب دکتر نوری علا، لندن، شما وارد لندن شدید، بله؟ بله بله. فقط توجه کنید که من دارم راجع به سال 1354 صحبت میکنم، یعنی سه سال مانده به انقلاب. ولی علائم انقلاب در ایران دیده، مثلا در محیط‌های دانشگاهی، مثلا روسری، ریش. من یقین داشتم که این اتفاق خواهد افتاد، حالا چگونه و چه جوری بشه اونش رو نمیدونستم، ولی من جامعه ای رو که میدیدم و در جاهای مختلفش عرض کنم که زندگی میکردم، حرکت میکردم، آشنا میشدم، چه به عنوان مسئول شعر صفات فردوسی، چه به عنوان عرض کنم که معاون اداره کل برنامه‌ریزی منطقی سازمان برنامه، و عرض کنم که به عنوان مدرس دانشگاه، در همه اونجاها من این تلاطم عجیب رو میدیدم که مملکت داره میره به یک سوی و سکان از دست عرض کنم که کشتیبان داره خارج میشه. دکتر نوری علا، وزنه کدام یک از این جناح و طیف ها سنگین تر بود؟ مذهبیون یا گروه هایی که به نوعی وابسته به ایدولوژی چپ بودن؟ والا شاید به علت عرض کنم که روابط شخصی من بیشتر مسلمانان و اسلامی ها رو میدیدم تا چپ ها رو. چپ ها اونجور در جامعه به چشم نمیخوردن، اولا چون علامتی نداشتن، اما اسلامی ها نمیدونم روسری سرشون میکردن، ریش میذاشتن و غیره، بیشتر تو چشم میخوردن. و بعدم تعدادشون واقعا زیاد بود، هر کجا که میرفتید اینا رو میدیدید که هستن. حتی میگم مثلا در حوزه شعر که خب اون مثلا 500-600 تا جوان بودند که با من در تماس بودند، شعراشون رو برای مجله فردوسی میفرستادن، در میان اونها هم همینطور تعداد مذهبی ها داشت زیاد میشدش. ولی مثلا در خارج، تو اونجا که من به خاطرم هست، در میان کنفدراسیون طیف مذهبی در اقلیت محض بود، در اقلیت محض. وقتی هم که من وارد لندن شدم همینطور بود، یعنی اینکه من در مهر ماه سال 1354 در قالب یک دانشجوی دانشگاه لندن وارد انگلستان شدم و لندن و سر کلاس رفتم. اولا که اساسا خیلی تعداد ایرانیان در لندن کم بود، واقعا شما به ندرت مثلا تو خیابون در مجامع مختلف بر میخوردید به ایرانی ها، مگر اینکه میرفتید به مثلا به دانشگاهی یه تو غذاخوری مثلا میدیدید که 4 تا دانشجوی ایرانی دارن با هم صحبت میکنن. و در این حال به نظر من هنوز اسلامی ها فتح نکرده بودن خارج از کشور رو، یا اگر که بودن اونجور بارز نبود حضورشون. من خب البته یواش یواش با جریانات خارج کشور آشنا شدم، با کنفدراسیون آشنا شدم، ملتفت شدم که عرض کنم که دو جناح مختلف اسلامی و غیر اسلامی
در کنفدراسیون هست. و خیلی جالب بود برای من که وقتی که من با دوستانی که یعنی قوم خیشهایی که داشتم یا آشناهایی که مثلا در لندن میشناختم که دانشگاه میرفتن، من اغلب اعلامیه های آقای خمینی رو از اونا دریافت میکردم و اینا همشون چپ بودن، چپ خیلی غلیظ و فلانی هم بودن، ولی اعلامیه های خمینی رو پخش میکردم. این از همون سال 54 که من وارد لندن شدم کاملا محسوس بود. یعنی به نظر میرسه که اینا میخواستن به نوعی، حالا گروه های غیر مذهبی، به نوعی میخواستن استفاده ابزاری کنن هم از خمینی هم از خود مذهب، چون بعدها ناگهان ما احساس کردیم که کفه مذهب داره سنگین میشه، بدون اینکه به اصطلاح تغییری در این معادله پدید، یعنی عناصر جدید مذهبی وارد شدن. نه، همون قدیمی هایی که معتقد بودن به ایدولوژی مثلا مارکسیسم لنینیسم ناگهان گرایشات مذهبی پیدا کرده بودن و شروع میکردن به تقدیس از جنبشی که پدید آمده بود و اسمش گذاشتن این جنبش، جنبش ضد امپریالیستی. نیست اینجوری آقای؟ 100% اینطوره که میفرمایید. حتی در داخل کشور هم اگر دقت بکنید با همین نگاه استفاده ابزاری از مذهب بود که نزدیکی چپ و اسلامی ها آغاز شد. حتی مثلا شما اگر که کتاب های آل احمد رو بخونید، در اونجا میبینید که مثلا در آخر کتاب غرب زدگیش حتی که 1141 منتشر شد، میبینید که او حرفی که داره میزنه اینه که هیچ کسی جز روحانیت در ایران دارای پایگاه اجتماعی نیست و اگر که ما بخوایم که حکومت پهلوی رو از جا بکنیم، ناچاریم به این اهرم عرض کنم که متوسل شیم. این آغاز فکرش بود. بعد یواش یواش رفتش تو و شروع کرد مثلا تفحص کردن، ببینه که از حج چجوری میشه استفاده کرد. خودش به نظر من هیچ گونه ایمان مذهبی نداشت، ولی کاملا دنبال این کار بود. و در اون موقع وقتی که من ایران بودم و اون جریان عرض کنم که کارون نویسندگان و غیره، تمام چپ‌ها و توده‌ای‌ها مخالف حرفای بهازین بودن. من یادمه که حالا اسم اون آخوند یادم رفته، یه آخوندی بود که میگفتن آخوند توده‌ایه، آقای آل احمد میخواست اینو بیاره عضو کانون نویسندگان کنه، به شدت آقای بهازین و نمیدن کسرایی و ابتهاج بهش پریدن که آقای کانون نویسندگان جای آخوند نیستش. یعنی کاملا در سال مثلا از 1150 تا 56 اینجوری ها این تفکیک کاملا وجود داشت. حزب توده یک باره بهش فرمان رسید که باید موضعتو عوض بکنی و بری طرف اسلامی ها و چتر عرض کنید که رهبری اونها رو بپذیری. آقای نوری ببخشید صداتون اونجا شنیده نشد، اون آخوندی که میخواستن اون رو عضو کانون نویسندگان بکنن کی بود فرمودید؟ متاسفانه اسمش یادم نمیاد، در حافظم یاری. آقای مشکور نبود؟ کی قربون؟ مشکور. نه خیر، نه نه، خیلی مشهور بود، آخوندی بود که اصلا بهش بودن آخوند توده‌ای. با این حال توده یا لنکرانی نبود؟ لنکرانی، لنکرانی بود، لنکرانی بود. لنکرانی در نزدیکی پارک شهر زندگی میکرد. من یادم یه برنامه تلویزیونی داشتم، در انتهای برنامه که تموم شد ایشون به من تماس گرفت، زنگ زد و اظهار علاقه کرد منو ببینه. بعد اون اطرافیان وقت شنیدن لنکرانی به من گفتن یادت باشه این آخوندی است که میگن تاندانسای روسی داره. اینو به کاملا به خاطر افتاد. ولی میگم عجیب این بودش که وقتی آل احمد او رو خواست بیاره به کانون نویسندگان، توده یا مخالفت کردن. جالبه. و گفتن که کانون نویسندگان مثلا جای آخوند و اینها نیستش. اما در خارج کشور این قضیه یواش یواش رو شد. یعنی ببینید سال 54 من رسیدم به لندن، سال 57 انقلاب شد. در این 3 ساله به طرز حیرت انگیزی جمعیت ایرانی انگلستان و لندن و شهرهای دیگه اروپا که گاهی من میرفتم افزایش پیدا کرد. من یادم همون ماهای اولی که به لندن رسیده بودم خیلی کم ایرانی پیدا میشد و اگرم میامدن اکثرا
افراد مسن مریضی بودن که می آمدن اونجا دنبال دارای پزشکی شد و اکثر بچه های دانشکده هم می رفتن به عنوان مترجم اینا رو می بردن پیش دکتر، که چند بار من خودم هم این کار رو کردم. ولی یادمه که در یکی از این روزها در اون خیابانی که سفارت ایران اونجا وجود داره به نام های استریت کنزینگتون، من داشتم رد می شدم، دیدم یک خانم آقای خیلی پیری ایستادن و سرگردان این ور اون ور رو نگاه میکنن و با هم فارسی حرف میزنن. من رفتم جلو و گفتم که ببخشید آیا من میتونم کمکتون بکنم؟ آقای گفت آقا ما دنبال سفارت ایران میگردیم پیداش نمیکنیم. من نشون دادم، گفتم از این کوچه که برید به پیش دست راست اونجا کنسولگری ایرانه، و رامو کشیدم، خداحافظی کردم، رامو کشیدم رفتم. آقای به خانومه گفتش که خانوم من به تو گفتم من انگلیسی میفهمم ها، یعنی براش بعید بود که توی انزیون به یه ایرونی برخورده بشه. آقای نوریالا، اون زمانی که شما وارد لندن شدید هیچ ارتباطی با شخصیت های سیاسی برقرار نکردید؟ چون جمعی از خب برخی مثل آقای عبدالکریم سروش یادم اون زمان ها در انگلیس بودن و آقای قفاری، حجت الاسلام قفاری که بعدن خودش شد از عوامل سرکوب و از همراهان آقای خمینی، در خاطراتش هم نوشته که ما رفتیم و به در منزل آقای همین عبدالکریم سروش و بعد با وارد گفتگو شدیم که ایشون بعد به اتفاق انقلابیون اسلامی به ایران آمد. هیچ اونا رو ندیدید با اونا ارتباطی؟ چرا، اصلا همین میخواستم بگم که مثلا یه شاید 6-7 ماهی که از سال تحصیلی گذشت من شنیدم که در ایمپریال کالج که کالج در واقع فنی بودش در انگلستان، روزهای عصرهای پنجشنبه یه جلساتی هستش که راجع به سیاست ایران صحبت میکنه. و من بلند شدم رفتم اونجا و دیدم که اینا همه اسلامی هن، راجع به اسلام صحبت میکنن. و وقتی جستجو کردم گفتن که یه مجموعه ای وجود داره به نام انجمنهای اندیشه که مسئول اصلیش آقای ابوالحسن بنی صدر که در لندن، در پاریسه، و در لندن نماینده ایشون آقای عبدالکریم سروشه. عزیز. و ایشون میاد به ما در واقع درس اسلام شناسی میده. و منم رفتم خب سر کلاس نشستم و ایشون هم آمدن و یه مطالبی رو میگفتند و غیره. با هم هیچ وقت گفتگو نکردیم که آشنا بشیم، ولی ایشون رو در حال تدریس این ماجرا دیدم اونجا. مثلا در اون سخنرانی هایی که ایراد میشد در همون زمان سال 54، به من بفرمایید که آیا بحث انقلاب اسلامی مطرح بود یا نه هنوز در ایران؟ نه خیر، در همین سخنرانی هایی که شما مراجعه رفته بودید اونجا، مثلا آقای سروش سخنرانی میکردن، مبحثی مثلا مثل انقلاب اسلامی مطرح میشد یا هنوز نه؟ نه خیر، اصلا به نظر من هنوز این حرفا نبودش. البته آقای خمینی که کتاب عرض کنم که حکومت اسلامیش رو که در واقع اسم اصلیش بود ولایت فقیه، اون رو باز یکی از این چپها به من داد که بخونم، به عنوان که آقا بخون ببین آخونده دارن چی میگن. و خمینی تو اون کتاب راجبه عرض کنم که به دست گرفتن قدرت به وسیله فقها صحبت کرده بود، ولی توی کلاس های آقای عرض کنم که سروش صحبت از خیلی کلی و فلسفی بود ماجرا، بیشتر سعی میکرد که یه نوع جهانبینی حکمت اسلامی رو توضیح بده تا وارد بحث‌های سیاسی بشه. آه جالب. خب این رفتن شما به اینجا اونجا، شما تقریبا هر جلسه سیاسی که برگزار میشه شما میرفتید، این نشانه سرگشتگی شما بود؟ یعنی دنبال یه راه حل میگشتید برای خودتون، یا اینکه نه شما خط فکری رو پیشاپیش انتخاب کرده بودید و بهش رسیده بودید؟ نه خیر، من هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم که من واقعا با سرگردانی تمام و یک دیپرشن عمیقی از ایران خارج شدم و عرض کنم رفتم به انگلستان. من دوست داشتم که امشب اگر که شما به من اجازه بدید، چون من در زندگیم اون وقتا کمتر مطلب می نوشتم، بیشتر شعر می گفتم. بله بله. و اما شعرهای من اغلب یک نوع خاطره نویسیه یا یه شرح حال اون موقع منی. دوست داشتم که
در این سه سالی که به انقلاب مونده من احوالات روحی خودم رو با شعرهایی که اون موقع شعرهای کوتاهی هم بودش گفته بودم و اینها رو جمع کردم در یک کتابی به نام سرزمین ممنوع. در سال 57 چند ماه مونده بود به انقلاب این کتاب در تهران منتشر شد و بعدن هم عرض کنم که اون چاپخونه ای که اصلا این کتابا رو منتشر میکرد اسلامی ها گرفتن و کتاباش هم خمیر کردن. من آخرین شعری که در تهران گفتم، اگر که من اجازه داشته باشم عینک بزنم در این موقع. بله بذارید، خواهش میکنم. عرض کنم که آخری شعرتون رو بخور. میشه مال چه سالی؟ همون سال 54. سال 54. بسیار عالی، سراپا گوشی. خیلی هم کوتاه. بله بفرمایید. میگوید دیگر کسی بی اختیار نمی ایستد در فرح صبح فواره ها، در هوای لطیف گریه آور، در حرکت پردوام چیزهایی بر گرد دست و پا، و هیچ حادثه حیرت آوری رخ نمی دهد. تنها مجسمه ها به من می گویند آنها که پرسشی داشتند از تاریخ شما رفتند. خیلی جاره، نمیدونم این اون حال برای بله بله بسیار بسیار اون روزگار بسیار. یه بار دیگه بخونه تش، خواهش میکنم. یه بار دیگه، یه دار دیگه. بله، به نظرم خیلی با معناسه شوندنده رویه شما بوده در اون روزها. من فکر کنم این سرگشتگی رو خیلی ها داشتن، یعنی منحصر به شما نبوده. بفرمایید. من یقین دارم به همین دلیلم در همون فاصله سه سال لندن پر شد از رفقای من. من وقتی که وارد لندن شدم، یکی از نوستالژیایی که داشتم این بود که بچه‌ها الان تو تهران دور هم جمعن و فلان، من آدم خودم رو تبعید کردم به این گوشه دنیا، نه دوستی دارم نه آشنایی و غیره. اما یک سال نگذشت که همه دوستان ما پیداشون شد توی لندن. عجب. و شب‌هایی که در لندن ما با هم عرض کنم که میگذروندیم، از شب‌های تهرانمون خیلی پر رونق‌تر بود. و خب همین جریان مثلا کار رو به اونجا کشید که بعد مثلا وقتی که دکتر ساعدی آمد، بعد شاملو آمد به لندن، اصلا یه مجلس محفل خیلی بزرگی بود، ناصر تقوایی، نمیدونم قفار حسینی، سپانلو با خواهرم پرتو، همه اینا آمده بودن به لندن و ما دور هم دیگه بودیم. و ولی اون موقع در تهران یه حالتی بود که باید از اون سرگشتگی من یه جوری خودم رها میکردم و فکر میکردم که با محصل شدن و سرگرم درس خوندن شدن میتونم مسئله خودم رو حل بکنم. آیه نوریال قش بگم این شعر رو یه بار دیگه بخونید. با همین شعر این پس از برنامه رو میبندیم تا هفته آینده. سراپا گوشی. دیگر کسی بی اختیار نمی ایستد در فرح صبح فواره ها، در هوای لطیف گریه آور، در حرکت پردوام چیزهایی بر گرد دست و پا، و هیچ حادثه حیرت آوری رخ نمی دهد. تنها مجسمه ها به من می گویند آنها که پرسشی داشتند از تاریخ شما رفتند. سپاسگزارم. آدم یاد هایکو می افته. فوق‌العاده شعر مؤثر و جالبی. خیلی سپاسگزارم از دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. تا دیدار دیگر. گفتگو به نظرم گفتگو با دکتر نوریالا خیلی آموزنده است، درس بزرگی به ما میده از گذشته ای که فاصله زیادی با ما نداری ولی گاه انگاری هزاران سال از ما فاصله گرفته. آی نوریالا، خدا حافظ شما. عنایت متشکرم، خدا حافظ. خب همینان عزیز و ارجمندم، تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر، و سپاس از شما به خاطر توجهتون به این برنامه. اگه پرسشی دارید میتونید از طریق فیسبوک تلویزیون رادیو همراه، تلویزیون ایران فردا، با ما در میان بگذارید. خداحافظ.